Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Binandagan aziz ve erciman. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qatan guzar tamami şuma azizan ve dostan bi kabristan oftade. Baray ziyaret ahli kabristan ve murdagan teşrif burdid. Baray şun duayı khayr fermudid. و این یک وظیفه انسانی و مسلمانی هست. امیدوار هستم که الله متعال تمامی مردگان من و شما را مغفرت بفرماید و این دعاهای من و شما را در حق مردگانمون بپذیرد. یکی از دعاهای معروفی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند و در سر قبرستان وقتی که به زیارت می رفتند این دعا را می خوندند بسیار جالب هست و برای من شما هم شایسته هست وقتی که به زیارت قبرستان می رویم دعاهای معثوری را که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده اون دعاها را من و شما هم بخوانیم برای مردگان خودمون. متاسفانه بسیاری از من و شما وقتی که به زیارت قبرستان می رویم به جای این که اون دعاهای معثور و نقل شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم را بخوانیم یا اون اعمالی را که رسول الله انجام میدادند، روش زیارت قبرستان رسول الله صلی الله علیه وسلم را که ایشون چگونه زیارت میکردند، اون گونه با به جای این که اون گونه عمل بکنیم، متاسفانه بسیاری از ما اعمال خرافی و بدعت‌هایی را سر قبرستان انجام میدهیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که برای زیارت قبرستان میرفتند، این روایت رو حضرت بریده رضی الله تعالی عنه برای ما نقل میفرماید که و میگوید هرگاه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به قبرستان تشریف میفردند برای زیارت قبرستان میفرمودند السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین. این دعا را به خاطر داشته باشید. السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم لاحقون و انتم لنا فرط و نحن لكم تبع اسال الله العافیه لنا و لكم. این یکی از دعاهایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگام زیارت قبرستان می‌خوندند. این دعا و دعاهای دیگری که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده تمام اینها حاوی استغفار هست، طلب مغفرت هست برای برادران مسلمان ما که قبل از ما فوت کردند و درگذشتند. در این روایت این گونه این دعا نقل شده و معنیش این است که سلام بر شما ای ملتی که شما مؤمن و مسلمان بودید، ای مجموعه‌ای که شما اهل ایمان و اهل اسلام بودید، ما هم به شما خواهیم رسید، ما هم به شما ملحق خواهیم شد. تنها شما نیستید که اکنون زیر خاک هستید، یک روزی ما هم به شما خواهیم رسید. شما پیشواز ما هستید، شما قبل از ما تشریف بردید و ما پشت سر شما خواهیم آمد. از الله متعال برای خودمان و برای شما طلب عافیت و مغفرت دارم. این دعای معروفی هست که همه من و شما باید سعی بکنیم که این دعا را حفظ بکنیم و در هنگام زیارت قبرستان اینو نثار مردگان خودمون و برادرانی که قبل از ما درگذشتند بکنیم. و یکی از عادتهای رسول الله صلی الله علیه وسلم که تقریبا همیشه اینو داشتند، عادتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در شبها میرفتن برای زیارت قبرستان بقیع. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید و این روایت در صحیح مسلم هست، میگوید که هر شبی که نوبت من بود و رسول الله صلی الله علیه وسلم در منزل من شب میگذراندند، عادتشون این بود که آخر شب تشریف میبردند به قبرستان بقیع و برای مردگان اونجا و برای اصحاب خودش و عزیزان و کسانی که در این قبرستان دفن شده بودند دعای خیر میفرمودند. این دعای خیر رو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها این گونه نقل می کنند که السلام علیکم دار قوم مؤمنین، سلام بر شما ای سرای مؤمنان، ای سرای قومی که شما مؤمن بودید و اکنون اینجا دفن هستید. و اتاکم ما توعدون قدا مؤجلون، اون چیزی رو که الله متعال به شما وعده داده بود اون فرا خواهد رسید. شما مؤجل هستید، شما پیشواز هستید، شما قبل از ما تشریف بردید. و انا انشاء الله بكم لاحقون، ما به شما ملحق خواهیم شد. اللهم اغفر لأهل بقیع القرقد، پروردگارا اهل بقیع القرقد را و این قبرستان بقیع را مغفرت بکن.
این یکی از روش های رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و یکی از دعاهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اهل بقیع و قبرستان بقیع همیشه دعا می‌فرمودند. پس بنابراین من و شما هم سعی بکنیم که همیشه زیارت قبرستان را داشته باشیم، اولا برای این که منفعتش به خود من و شما برسد و یک تذکری باشد و عبرتی باشد برای ما که بیاد آخرت خودمان باشیم. اگر امروز برادران و خواهران ما قبل از ما از دنیا رفتند و فوت کردند، قطعا فردا و فرداهای دیگر نوبت من و شما هم خواهد رسید. و از جنبه دیگر دعای خیری کرده باشیم برای عزیزان خودمان و برای مردگان خودمان، و این دعای خیر هم برای اونها هست و هم برای خود ما هست. در هیچ روایتی ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم بروند سر قبرستانی، در اونجا گل بکارند، آبی رو بپاشند بر روی قبرستان، یا بر روی قبر بنشینند، در اونجا اتراق بکنند، یا اینکه در اونجا فاتحه‌ای بخوانند یا اعمالی دیگر. آن چیزی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده همین دعاهایی هست که من خدمت شما بیان کردم. پس سعی بکنیم که ما مقید به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم، همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل می‌کردند، همان دعایی رو که ایشون می‌خوندند، به همون گونه که ایشون زیارت می‌کردند، ما هم برویم به همان گونه زیارت بکنیم و همان دعاها رو برای مردگان خودمون بخوانیم. امیدوار هستم که الله متعال ما را در دنیا زندگانی همراه با ایمان و عمل صالح عنایت بکند و بعد از مرگ ما را و تمام مسلمانان را الله متعال بیامرزد. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.